درود به شما بینندگان عزیز. در دایره برنامه قصه های مردم کوهستان در این برنامه ما به دهه کفترخانه رسیدیم. دهه کفترخانه انا از همین جا شروع میگردد. رفتیم، با ما باشید. دهه کفترخانه در دهاتی به نام خدایا رجب فی ناحیه واسی واقع میباشد. از مرکز ناحیه در مسافه 12 کیلومتر و از شهر دوشنبه 190 کیلومتر دور است. به دقت آنهایی که مقصد سفر به این دهه را دارند رسانیده نیم که تا این دهه راه تخت و هموار و منفرش کرده شده است. دهه کفترخانه در دامنه قطار تپه های سرتیز واقع میباشد و این تپه ها جای چراگاه گاو و مالی ساکنان هست. لیکن مقصد ما از برآمدن به این بلندی دیگر چیز است. یعنی درباره دهه کفترخانه را از بلندی خوبتر و بهتر برای شما نشان دادن است. کفترخانه از این بلندی چنین منظره دارد. منزل های ساکنان اساساً از یک آشیانه عبارت هستند. درختان سوی افکن و میوه دهنده دهه را پیچانیده گرفتند. میدان های وسیع قطار تپه های سرتیز امکان داده است که در کفترخانه چارواداری و زراعتکاری رشد نماید. در موضع سرتیز دهه کفترخانه چنین غارها بی‌نهایت زیاد هستند. این یکی از آن غارها میباشد. معلوم که تگ این بسیار نم است. وزیر این غار چی است؟ تا حال این اسرار است نامعلوم است. و در تپه های سرتیز انا همین خیل رستنی میروین را کورک میگوین. این میوه کورک به نهایت چیرین است که پخته نمیرسد، زیرا که اینو زنبور میخورد. زنبور تیز این چیز را میخورد. میوه رستنی کورک در ایام غورک بودنش فایده آور است. قصه میکنند که در طرفخانه های ترکیه آن را با پول کلان میخرند. این را ماه را به دهه کفترخانه میبرد. در شفت شهرو در درآمدگاه به دهه کفترخانه این آسیابی آبی است. در کلوب و ناحیه واسه یگانه است. حاضر با آنجا میرویم که آسیاب چی طرز کار میکند. یک جهت فرقیتی کفترخانه از دیگر دهه هایی که پیشتر مصاب کردیم این است که اینجا آسیابی بابایی را دیدیم. سنگی آسیاب را آب تاب میدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. در درآمدگاه چیکار که من میبینم لینچه های آردی آسیابی باز تیار کرده شده. حالا این سنگ آسیاب در گردش است. سلام علیکم. شما لازم یک ما به اجازت آمدیم در آمده ممکن است در باره آسیاب شما معلومات گرفتار میکنیم. این آسیاب آبی است. اول شما خانه شناس کنید؟ من مهدی. اکر مهدی شما وظیفه تا آسیابون؟ بله. چند سال شید؟ 9 سال اکی هم تکار 9 سال شید که آسیابونه؟ آسیابون. این آسیاب آبی شما چی فرق داره از دیگر آسیابون برقی؟ اکو برقیتش آب پتیه های این اکو آردش خونه پیره اون مثل دونم همه کلوره همه آرد بوم بشه همه تو چون شد این نانش ملایی میویم ایشت سبوس دارم آرد هم نمه سوزونم نانش کوک نمیشه یعنی این نمه سوزونم کارم نمکنه آردم این آردش نمه اکای بویدین ما گردی آرد نفس گرفتی است ما کار دشکار نیست چی ما در همین محیط کار بکنیم کار رو بجرد نه سال شد شکر کار کرده سیم همین زندگی همی جا رفته سر برکت یکتین برکت یکتین من که این چرخی آسیو و سنگی آسیو سنگ این سنگ شما این مخصوص سنگ های از کجا بیاده شده بکنش سنگ های ده های کواق های شروع بود آها از کواق بیاره از کواق شروع بود الان این صدا داده است این برای چی های آزید تفکر صدا داده مایده سنگ برای کندم دوره آها یعنی آسیو بیا بیده باید زندم تازه بیاره یعنی میشه که بعضی میزاجا گردم از کنسا نمیدن آباد بو میبروی ها هر طور چکرسن این سنگ هم ممکن هست یعنی شما همه وقت خواهش میکنه که میزاجا شما گردم از شخصا تازه کرده بیارن ایسا برکت گفته چند نفر کار میکنی؟ شما تنها چند ساعت کار میکنی؟
بازی یعنی سهر تو بگرد این حتی سیزون شبه من شهر روز همی گرد 24 ساعت برکه خواب میرین 24 ساعت میرین در بود ساعت دن بگیم نه ساعت بگیم تشکیل این شغل شما در پیسندی در گیری خلق تو خواب بکنیم در گیری خواب بکنیم خواب بکنیم در خونه ای رسی رفتن دیگر ملکوی دیگر رفتن تشکیل خونه و در خواب بکنیم این آسیا بی بابایی میگم با فکرم یک تمانده در همین میتفه همین سنگ آسیا بی آبی با گفتی محیدین 700 کیلوگرم وزن دارد همین قدر سنگ وزنی را آب میگرداند سنگ آسیا با پگاهی بر وقت و نیست شب در حرکت است با همین طرز همین طرف گندم میده کرده شده آرد استحصال میشود با آسیا بی بابایی توجه آدمان کلان است مخصوص آدمانی که مزه نانی آردی آسیابی را چشیدند. آقا شما همین آسیاب در مزاج دائمی هست؟ بله. چند سال شید؟ از زمانی که همین شخصیت ها همین آسیاب را بنا کردن و با شرافت اسلامی شخصیت بگیم که هر طوری حلول دارد دو در روان زندگیش در روان کلینتوی که به اینو غای بردی می شوند در اینو یک گون چیز بگیم که پلاس که بسیار که شخصات و شخصات بواری دارد از همین لحاظ هم اردی بسفن میکند هم اردی کلوی درست کشده میتیند هم این صوفشان خوب هستند از همین لحاظ ما دارید در اینجا ارد میکنه و دیگر شخصیت رو میدارم در ارد کردن که دست کنه کنه از همه بهتر ارد از ارد بصفت خوب هست چخیل نون میشه و نون چخیل مقلت باشه هم خیل میکنه این با بسته با کیبونی خونه هست از اوسیا با تاثرات نیک بر اومده محیدین مورو با شکرابی از نون اوسیا بی بابایی تیار کرده شده دعوت کرد ما رد نکردیم در این بوره بعد کرد دهای کفترخونه از شفتش دریای یوقسو میگذرد در برابر آن که هوایش سلقین و شمال فورا میوزد مکان ماهی است ممکن از آن سبب باشد که آبی فراوان دارد این آبی که با آسیاب میرود اساسا از دهای درنایچی جمع شده به اینجا میرود با شرافت همین آب آسیاب در شفت این آسیاب یکچند حوضهای ماهی تشکیل کرده شده است که یکی از آنها انا این حوض است و نگاهبین پروریش ماهی پروری در این حوض به ذمه اکای محیدین است و ما میگیم که اکای محیدین این لحظه با ماهی ها خوراک میدهد اکای محیدین این لحظه شما با ماهی ها چی خوراک دادید؟ سبوس دادید ماهی چی میخورد اینجا چی میتین بسیارتر سبوس؟ اینجا ماهی بلامور است سازان است تلسلوپ است سه نمون ماهی داریم ماهی بلامورا علف میتیم رشقا، جگوری، کمش، سازان، تلسلوپا اینا سبوس میشپیم تو کلون شیدن آها، این چی قدری کلون میشوانی ماهی و این حال؟ تو سه نیم کیلو حوزیره دا داریم لذت مزهش چلی ماهی، گوشت ماهی این حال؟ تو خیلی هست شما خوردگی هستین، چشیدگی هستین؟ بسیری چشیدگی؟ کلین دارن میان میخرن اینجا بجوزا میبرن میفروشن اینجا میبرورین ماهی بسین کدگی همونجا میبرورین چی قدر ماهی میبروی از همین یک حوض؟ همینجا حوضی تو سیونیم چور هزار همین حوض در ماهی این راه ما را به مرکز دهه می برد. همسفر من روزنامه‌نگار کارمند بخش فرهنگ ناحیه بوسه در سمت یادگاری های تاریخی دوست مراد یعرب است. او می گوید که کفترخونه دهه قدیمه است. در این خصوص یک چند قصه های او را گوش کردیم. معنای نام کفترخونه را هم دوست مراد به ما گفت. کفترخونه این جای موضع تاریخی است. همصحبت من دوست مراد یعرب فرهنگ شناس وظیفش آید یادگاری های تاریخی در ناحیه بوسه در بخش فرهنگ ناحیه کار میکنند. انکنون درباره
تاریخی کفترخونه میگفتی در کدوس مرا؟ تاریخی کفترخونه بوری اول از طرف ارکینوی غلوم آوا سال 1963 همچون کرکر کداشته است و همین ارکینوی غلوم آوا از عصر 5 تا عصر 7 پیش از میلادی همین جورا این از روی تحقیقات های باستان شناس ارکینوی غلوم آوا که در همین دهق دارونه از عصر 5 تا عصر 7 از عصر 5 تا پیش از میلاد یا تو میلاد؟ پیش از میلاد. آه تو میلاد، پیش تو از میلاد. یعنی کفترخانه تاریخی نهایت قدیمترین دارد. دوست مراد، ما همه قدر گشتیم، لیکن یکون کفتر ندیدیم. کفترخانه، کفتر کنیم. این نام از نام پرنده است. نه. ما حدیر باشم دلیل میاریم که کفترخانه عکسی کف دارد. یعنی کفی چی؟ کفی دست. من. کفی دست، همین خیلی. این را ارکینوی غلوم آوا یا ایرو یکی باستان شناسان تحقیق کردن ترهی انا همین بعد کف مانند است با کفی دست انا کف تر از سه هجای بارد کف تر خونه کف تر و خونه ترش آب است منبع حیات است یعنی اینجا منبع آبهای زیر زمینی خنک است آبهای زلال دارد هم آبهای صافی زلال دارد برای همه هم کفتر و تر و خونه است. اینجا یعنی از آب نوشاکی پرابلم نیست؟ ندارد. قریب هر خونه دارد؟ هر یک خونه دارد آب است و چشمه های زیر زمینی بسیار است. پرابلم اگر همی کشلاک چیه؟ راه. راه. اصلا راه ندارد و راه های بین دیها راه هست نه راه ویرونه؟ راه ویرونه. این پرابلم های همی دیها. این دیه شویرخیز است و بسیار مردمی از اول همین دیه هم تاریخی قدیم ترین دارد و هم شویر و نویسندان زیادی دارد از پروردگار دو چیزی تاریخی که در همین دیه گذشته گرد دو چیزی تاریخی گذشته گرد سیز اینجا زندان بود زندان در دوره در دوره پیش از انقلاب دوره امیریده دارای امیریده انقلاب باری اول سیزی یکمی ترکستانی ارسدرپه در همین دهشت است در همین زندان در همین زندان در همین دهشت است نخستین سیزی که بولشویکان در تاجیکستان گذروندن در همین در ترکستان یعنی قسمت ترکستان در همین دهه گذشته یعنی این دهه دهه تاریخی این دهه هم تاریخی است همچه با این دهه همچون دیج قلعه دیج یعنی که از وقت کرونسارا ها میزگرند این روی دیمی ابریشی میسو میخورد یعنی که از شهر فولبوک تا شهر مو به همین روح میزگرشن کرونسارا ها یعنی که روی ابریشی هم منصوب میشود و انا همه قلعه دوست و مسافران در همه جا یعنی که کرونسارا ها در همه دیه میستودند یعنی سلام از باشید. در روی شهروی ابریشم واقع است. اینها رسته های کفترخانه می باشند. هموار و نهموار. قریب که همه راه ها تعمیر طلب شدند. اینجا اقدام و تشبث های سازنده اکنون آغاز شدند. دهه کفترخانه مکان عارفان است. عبدالقادر رحیم شاعر. عزیز رحیم. دوران و نعمت‌الله عین الدین و زادگاهشون همین دهه هستند. و با تشبوسی اویلای ایندین و دورون و نعمتونا در مرکزی دهه کتاب خونه انا این کتاب خونه ساخته شده است و این زمان ساختمانش انجام یافته است ما داخلی کتاب خونه می شویم که آنجا در کدام محیط است السلام علیکم اکرای ایندین مبارک شما اکرای ایندین کتاب خونه این درگاه علم و ادب که ما فهمیدیم با اقدام اویلای شما همراه برادراتون اکرای نعمت الله خدا و رحمتش کنه همین درگاه شده شده گه یک هر طرق درباره همین ایده یا این تشکیل همین کتاب خونه شما بگیره شما مگزین نساختید شما یکم مرکز سودا نساختید برای چی مخصوص کتاب خونه ساختید تشکر زیاد است شما در اولا نوری در تاجی سر که شما به این کاشانه معرفت و زور قدم مبارک خدا را رساندین اولا استاد عزیز من با شما میرسونم که همینجا من ثابت در اینجا من یک دکانچه خود تجارتی داشتم و چون دیدم که از آن
خب من میخواستم که یک با مردم باز یک ویدئوی با جای ویدئوی مودی به معنی برسونم به خاطر همین دکان رو شبه کردیم همین جاشا یک میمار دیگه با های تشکر بدن که دوستای زیاد برادر از تشکر میگیم با همه نفرهایی که یک خیشته یک سنگ در اینجا گذاشتن من با آنها ایسال سپاس میکنم که آنها در مورد دستگیری کردن همین کتابخانه را به خاطر آینده همین جامعه به خاطر بلند برداشتن معنویت جامعه همین را ساختمونه بسارستان شما در نوری بیاد در تاجستان سلامت باشه سلامت باشه شما در این کفترخانه ممکن از جهت سرابیش باشد که هوایش سلخین است، آبی نوشاکیش خنک است. بعد این قدر سیروگشت در دهه کفترخانه بسیار تشنه مانیم و از این خانه خواهش کردیم که با ما یکان نوشابه یا آبی آرند. سلامت باشین. ما آب گفتم این چلاب، این چلاب. با جوی آب، یعنی در کفترخانه با جوی آب چلاب می نوشند. چلاب هم یک نوشابه توجیکی است و در دهه کفترخانه این معمول است. چلاب هم خنک هم بلذت. رحمت. در حقیقت بوی نان گرم با تکلیف محیدین ما به حولی اومدیم. او گفت که در خانه او از همان اردی و صوبی نان گرم پزند. السلام علیکم. نان با ارد آسیابی پخته شده را چشیده اید. در حوالی محیدین با گندمی در آسیابی آبی ارد کرده شده مشغول نانپزی هستند. فطیر و نان و کلچه می پزند. خب نخست نان را به تنور در تنور می چسبونیم. اپا نام شما چی باید؟ ملیکا. اپای ملیکا شما نان می پزند. اما ارد آسیابی های کم تره گب زنه کنونی پخته شما ای کدام نمودی نان است؟ ایجا در چکدان ما هم نان فطیر است و هم نان گردچه گردچه نان غوثک هم میگیم گردچه شما غوثک میگیم فطیر شما برای چی هست؟ فطیر برای شکر برای شکر ها بله برای شکر ها برای خورتو بعد امی برای فطیر مسکر نانی که حاضر شما نان ای اردی آسیابی است ای از اردی مگزینی چی فرق دارد؟ فرقیت اردی مگزین از اردی آسیاب درون است که با فکرم که اردی آسیابی لذتش باز دیگر لذتش انا چسبیش در چکدون اردی آسیابی چی خیلی میچسبن است؟ بله بله میچسبن وابسته به امو علاوش همشه به میارش میمونه میچسبن ای وابسته به علاو با وابسته به امو کدونو بله 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 کدونو هسته وقتی شوریدن امی خمیر دم نرز میشوریم که ارد و همش یک جویا هر سرا نمک رو نه شور میکنیم نه کم نمک میکنیم میارش قطعی میکنیم البته در چسبش چندون میچسبه نرز میچسبه بعد لذتش چه خیلی لذت؟ لذتش بهتره لذتش هم همون نمکش هم نه شور نه کم نمک میکنیم بچه نش میکنیم لذتش با لذت میانی سپتی اردی آسیابی اردی سفید اردی آسیابی لذتش با دیگر تر از در شکر و در فطیر مسکر در قرطوب باز قرطوب در همین اردی آسیابی بهترین میاد اردی آسیابی بهترین میاد فصل تابستان بعد پختن نان شکراب تیار میکنند تاوم سبوک عبارت از چکه پامیدار و کبودی ها خیلی بامزه اول ما یک بچه شم یا چشیده بیدیم چشیده بیدیم در همه موسم تابستان تمام بهترین تشنشکن توصیه برای سیاحان برای اونهایی که به دهه کفترخانه میآیند وقتی که به این دهه آمدید حتما چلابو شکراب با نان ارد گندمی در آسیابی آبی ارد کرده شده را حتما استعمال نمایید بهترین چونین بود این برنامه ما درباره دهه کفترخانه فراموش نسازید حتما
در باره دهه‌های خود نویسید. حتما ما به دهه شما میوییم تا بازدید در دهه دیگر. Ako bu suzanu? Azanu. Zanako da içine siyo.